بهترین درودها بر شما هم میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاص ایرانیان عزیز در مام میهن مشروع اخبار ایران و جهان را دیدید و شنیدید همینک و تا پانزده دقیقه پیش روی بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک خواهید بود که در قیاب روزنامه های امروز جمعه کاوشی خواهد داشت بر کرانه های بیکران شهر شبکه ها و جستاری در جهان بیمرز مجازی تا بازخانی اهم مطالب و عناوین برگزیده ی مطالب امشب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت نخست مروری خواهیم داشت بر اهم عناوین مطالب باستاب گسترده حواشی تظاهرات اعتراضی شهروندان اصفهانی علیه اسید پاشی با تازه ترین تهدیدهای مقام بلندپایه وزارت کشور علیه برخی از شهروندان معترض تازه ترین اظهار موزه فقیه ارهابیون در نظام فقها ها مصباح یزدی و دستور تأکیدی بر سرکوب زنان و مردان بدپوش ایرانی عبور جنجالی کردهای مصوم به پیشمرگ از خاک ترکیه با موافقت نهایی رجب تای بردوغان باستاب بحران تیراندازی مرگبار در پارلمان کشور خوشنام و امن کانادا و بالاخره واکنش شهروندان و کاربران شهر شبکه ها به مقوله خشونت تندروها در ایران از جمله موضوعات و مطالبی بودند که به دفعات بیشتر از سوی پایگاه های خبری تحلیلی سامانه های عرصه رسانه های سایبری و سایر محیط مجازی باستاب و بازنشر بیشمار داشته است برنامه امشب را پی میگیریم با گزیده یک گزارش خبری توصیفی از پشت پرده ی تفریح های بچه پولدار های تهران که به دفعات بیشمار در سامانه های مختلف رسانه های سایبری گردش نشر و بازنشر یافته بود از جمله در وبسایت الف که به احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز نزدیک است انتشار یافته بود این گزارش خبری در پایگاه های همچون روز آنلاین و گویا نیوز نیز جزو پرخواننده ترین مطالب منتشره روز شده بود بخش ها و گزیده های از آن را با هم مرور می کنیم که حاوی نکات جالبی از زندگی بچه پولدارهای ایرانی است روز آنلاین با محتوایی مقایسه ای می نوشت که در حالی که بر اساس آمارهای رسمی فقط در تهران 15 هزار کارتون خواب وجود دارد گزارش ها از تفریحات میلیونی بچه پولدارهای تهران شامل اجاره یک شب خانه به قیمت 20 میلیون تومان خرید هواپیمای خصوصی به قیمت 700 میلیون اسب دوانی 100 میلیون تومانی جت اسکی سواری 120 میلیون تومانی و پاراگلایدر 5 میلیون تومانی منتشر می شود که شکاف طبقاتی در ایران را بیش از پیش نشان می دهد. و اما در این میان نخواستیم گزارش را سایت الف منتشر کرد و طی آن درباره ورزش مد شده این روزها در بین ثروتمندان ایرانی می نوشت از جمله پاراگلایدر یکی از ورزش های لوکس یا شاید بتوان گفت تفریح بچه پولدار هاست که هزینه چترهای نجات آموزشی آن از آلمان وارد می شود و تعداد وارد کنندگان آن در سرتا سر ایران به شمار انگشتان دست نمی رسد و خرید یک بال یا همون چتر نجات بیشتر از 15 میلیون تومان برای یک بچه پولدار آب می خورد. این سایت به اسب دوانی به عنوان یکی دیگر از تفریحات ثروتمندان تهرانی اشاره کرد و مینوشت در باشگاه های ایران قیمت اسب ها تا دوی سی میلیون تومان می رسد و برخی از اسب های خاص با نرخ 800 میلیون تومان نیز معامله شده اند. گفته می شود رکورد اسب 800 میلیون تومانی متعلق به یکی از تاجران سرشناس تهرانی است و بیشتر این اسب ها از روسیه و استرالیا وارد کشور ایران می شود. در این میان روزنامه شرق نیز در گزارش ویژه در شماره دیروز خود از اجاره یک شب خانه به قیمت 20 میلیون تومان برای پارتی های بچه ها خبر میداد همچنین بر اساس گزارش شرق ساعت مچی های 100 میلیون تومانی شلوار جین های 4 میلیون تومانی کیف های 10 میلیون تومانی نیز بخشی از ارقام مجتمع تجاری سام سرویس در خیابان فرشته است که سایت های خبری از آن به عنوان پاتوق بچه مارک بازها یاد می کنند ادامه می دهیم برنامه ها رو نبرد نرم و بعضا نهان و هر از گاهی ایان قدرت میان جمعی از فقها ها پس از مرگ مهدوی کنی گویا برای تعیین جانشینی وی آغاز شد و در این میان نیش ها و نقد ها علیه سرسلسله فرقه مصباحی محمد تقیه مصباحی ازدی بیش از سایرین به چشم میخورد تا جایی که خباز یک مقام ارشد دولتی میگفت بنده تقاضا میکنم اگر کسی در مؤسسه نشر آثار خمینی که زیر نظر سید حسن خمینی است یک بار نامی از مصباح یزدی را مشاهده کرد بگوید تا ما هم از آن استفاده کنیم معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با تأکید بر این مطلب که جای مهدوی کنی دیگر پر نخواهد شد اشاره می کرد بنده بعید می دانم در قیاب آیت الله مهدوی کنی دیگر اصولگرایان از شخصی حرف شنوی داشته باشند چرا که ایشان شخصیتی بود که قبل و بعد از انقلاب از یاران خمینی بود و حتی بزرگان اصولگرا نیز ایشان را از خودشان بالاتر می دانستند به طوری که وقتی ایشان وارد مجلس خبرگان رهبری شد هاشمی رفسنجانی دیگر در مقابل ایشان برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا نشد که در واقع بروز و ظهور این مدل گفتمان های قیاسی تنها چند روز پس از مرگ قطعی مهدوی کنی و همزمان دورخیز گروه تنروی محفل جبهه پایداری منتصب به مصباح یزدی میتواند نشانگر موج جدال های درون جناهی جهت دستیابی برای قدرت میان فقهای خبرگان نشین باشد. ادامه می با رویدادهای برگزیده حضور پررنگ و گسترده برخی از چهره تندرو و نزدیک به جریاناتی مصوم به دلواپسان که همگی در صفحه منتقدین سیاست های اعتدالی دولت روحانی است منجر به واکنش بعضی از کنشگران داخلی و خارجی شده بود در هفته های اخیر گویا در اقدامی قابل تحلیل حضور حسن عباسی از چهره های منصوب به طیف دلواپسان و رئیس مرکزی موسوم به دکترینال بدون مرز در برنامه های مختلف تلویزیون افزایش یافته بود. به عنوان مثال حسن عباسی در روزهای اخیر در ویژه برنامه سریا با عنوان رئیس وقت مرکز توسعه نیروی دریایی سپاه مصاحبه کرد همچنین در میزگرد شبکه چار و در برنامه زنده حض و اضافه از شبکه سه سی سیما نیز حضور پیدا کرده بود این در حالی است که اظهارات بعضا سریح و تند این مقام نظامی بدون لباس همواره محل جدل و جدال بوده است در همین راستا تازه ترین اظهارات وی در خصوص خشکی صدها و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی در ایران که به ایمان و مذهب ارتباط داده بود موجی از واکنش های منفی رو در میان کاربران شهر شبکه ها برانگیخت. بخشی از آن را با هم میبینیم و برمیگردیم الان تمام صدهای کشور آبش خشک شده کم شده یک دلیل اصلی بیشتر نداره معصیت بالاست ترهای هواشناسی مسائل محیط زیست اگر جواب میداد آمریکا امروز دو سومش در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی برد خب وقتی کار به اینجا رسید جامعه ربادر شیو پیدا کرد خب به سادگی اولین اثری که تو جامعه برای شما ایجاد میکنه اینه که رودخوناتون خشک میشه از هر ده تا شهر ایران الان نه تا شروطخونهاش خوش شده قوم، اسفهان، شیراز، گلپایگان همینجوری چون بحران ایمان داریم دیگه این متخصص و تئوری پردازه نظام ولایی فقاهی بدون هیچ اشاره به مدیریت علمی در عرصه مهار بحران های زیست محیطی صرفا به بحران ایمان اشاره می کرد این در حالی است که مسئولین بلندپایه نظام فقها ها خود را ادامهدار راه معصومین اسلام میدانند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با دو رویداد استانی از دو نقطه ایران خوزستان و لورستان برنامه امشب را پی میگیریم که به نحوی هر دو خبر مضمونی زیست محیطی دارند البته با طبعات تلخ نخواستن که اهواز هم اسیدی شد البته نه از جنس اسفهان اسیدهایی آسمانی. به دنبال بارندگی های دوشنبه شب گذشته تا کنون حدود هزار نفر با علائم بیماری های تنفسی به مراکز درمانی زیر پوشش دانشگاه جندی شاپور مراجعه کردند به دنبال این حادثه مدیر کل محیط زیست استان خوزستان اعلام کرد که آلودگی تأسیسات نفتی و صنعتی آتش زدن مزاره نشکر انباشت زباله ها سکون هوا و رطوبت 95 درصدی از جمله عوامل بارانهای اسیدی در اهواز بودند امسال نیز بارانهای اسیدی در آستانه دومین ماه پاییز ادعی را در این شهر روانه بیمارستان کرده است و همینک از اهواز به خرم‌آباد لرستان می رویم که چگونه معلمی فداکار در حین انتقال سه دانش آموز خود با خودروی شخصی خیش اسیر سیل خروشان شد و همگی در راه درگذشتند ماجرا چنین بود که خودروی پژو یک سفرزاده مدیر و معلم دبیرستان شبان روزی در منطقه اشایری لرستان روز سهشنبه و در حالی که ستن از دانش آموزانش را برای درمان به خرم آباد منتقل می کرد بر سیل در رودخانه شوراب غرق شدند امین قوچی سال سوم متوسطه برق صنعتی وحید سپهوند دوم انسانی و امین رحیمی دوم تجربی سه تن از دانش آموزان سرنشین این خودرو بودند و کازم سفرزاده معلم فداکار قصد داشت این سه آموزان را با خودروی خود برای درمان به خرم منتقل کند به دلیل کم بوده امکانات درمانی دانش آموزان به, مرک... به, مرکز درمانی در خرم آباد داده شده بودند که در مسیر راه با سیل خروشان مواجه و هر چهار نفر درگذشتند. همچنان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که در قیاب روزنامه های امروز جمعه دوم آبان ماه ایرانی کلیکی دارد بر کرانه های بی کران جهان بیمرز مجازی. هواشی تظاهرات اصیلی اسفهان این بار نیز به برخی از ارکان نظام ولایی فقاهی رسیده است از آنجایی که به دفعات شهروندان معترض ایرانی به بحانه های مختلف فریادشان را علیه کلیت خود کامگی اعلام می دارند. این بار نیز امام جمعه شهرشان که نماینده مستقیم ولی فقید در استان اصفهان است را ننگ خود و ننگ شهرستان خود خواندند گوشه هایی از این ویدئوی دریافتی از اصفهان را با هم به تماشا می نشینیم. امام جمعه امام ننگ ماست ننگ ماست امام جمعه امام Yeah, yeah. What the که بینندگان مستحضرن این در حالی است که پیشتر در مناسبت های مختلف با اشکال مختلف همچون در اعتراض های انتخاباتی سال 88 نیز با شعارهای موسوی و کروبی بهان است اصل نظام نشانه است و یا مرگ بر اصل ولایت فقی شهروندان کشیده بودند صدای اعتراض خود رو به گوش بالاترین مقامات مسئول کشور در ایران برسانند و با این خبر دریافتی وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان رسید تا درودی دوباره شامگاهی دگربار و برق تازه ای از برنامه صفحه یک در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود